پرزیدنت ترامپ سیاست مکسیکو سیتی رو بست سیاستی که تمام زندگی ها رو تحت حفاظت قرار میده قبل از تولد و نوزاده رو که در واقع هنوز متولد نشدند، اونا رو حفظ حراست میکنه این صحیح درسته و من مفتخر هستم که در دولتی کار کنم که از اینها حمایت میکنه دو سال از تصدی دولت توسط آقای ترامپ گذشته و این همکاری ها با ما ادامه داره این دولت نشون داده که ما میتونیم پاسخگو باشیم به اهداف بهداشتی ما گرداگرد جهان به خصوص در رابطه با سلامت زنان بدون اینکه سوبسید بکنیم کشتار جنین رو به عنوان وزیر خارجه من به هیئتم دستور دادم که تمام اقدامات لازم رو بکنه که از این سیاست حمایت کنیم سیاست حفاظت از جنین همونطور که قبلا گفتم ما ادامه خواهیم داد به اینکه قبول نکنیم کمک به تمام نهادهای غیر دولتی که سخت جنین رو پیش میبرند برای های خانواده در نتیجه تصمیم من ما این نکته رو روشن کردیم که رد خواهیم کرد هر گونه کمکی رو به نهادهای غیر دولتی که کمک میکنند به گروههای خارجی دیگر که بخوان وارد کار سخت جنین بشن از ما میخوایم هیچ پشت درای بسته این اعتبار مالی دست به دست نگرده پول مالی دهندگان آمریکایی به کار نخواهد رفت برای پیشبرد سخت جنین این منو میبره به اعلام دومم ما به طور کامل اعمال میکنیم قانون فدرال رو که من میکنه استفاده از پول آمریکا رو به خصوص برای لابی کردن تمام امور مربوط به سخت جنین با توجه به مدارک به شواهد اخیر که یکی از ارگانهای سازمان آمریکایی با توجه به کاری که اونو کردن من دستور دادم که جلوی استفاده از اعتبار مالی گرفته بشه برای لابیگری چه علیه سخت جنین چه به سود سخت جنین کوبا، نیکاراگوا و ولر ونزوئلا میخوایم مطمئن بشیم که آرمان هواداری یا حمایت از سخت جنین رو پیش نبرد. و ما کم خواهیم کرد کمکمون رو به سازمان کشورهای آمریکایی اگر این کار رو ادامه بدن با توجه به فعالیت های مربوط به سخت جنین مردم آمریکا باید خیالشون راحت باشه که این دولت و این وزارت خارجه و سازمان عمران ما هر کاری لازم باشه انجام خواهند داد که حفظ سراست بکنن پول مالیات دهندگان رو که بتونیم در واقع تقدس و ارزش جان جنین رو و کودکانی رو که متولد نشدن حفظ بکنیم سوال کرد راجب سیاستی که میگوید از طرف پرزیدنت ترامپ برای در واقع سکوت کامل این سیاست نیست ما داریم صحبت میکنیم راجب جان انسان ها همونطور که قبلا گفتم ما میتونیم به تمام آرمانه های در جهان برسیم. ولی مهمترین کاری که، این نهادهای خارجی میکنن نهادهای غیر دولتی خارجی میکنن اگه در رابطه با سخت جنین باشه خیلی مهمه که ما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم این خیلی مهمه برای که باعث نگرانی ماست و ما میخوایم مطمئن بشیم که پول مالیات دندگان آمریکایی در این راه سر نشه در راه کمک به نهادهایی که سخت جنین رو پیش ببرند خبرنگار پرسه میتونید بگویید که کدام ارگان سازمان آمریکایی رو میگفتید به شما اطلاعات و جزئیات لازم رو خواهیم داد متفاوت سوال بعدیم آیا شما متاسف هستید بابت واکنش کشورهای مختلف که خواهند گفتش که قبول نخواهند کرد شناسایی حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان که توسط پرزیدنت ترامپ اعلام شد من بله سورپریز نیستم شگفت زده نیستم ولی خب غم زده هستم که واکنش اونا بودن در رابطه با جابجایی سفارتمون هم به, سفارت به اورشلیم این واکنش ها رو داشتیم ولی ما کار درست انجام بدیم امیدواریم این کشورها بفهمند که چقدر مهمه چقدر درست این کار و ادامه خواهیم داد به اینکه باب تعامل با اونا رو باز بکنیم راجب این مسئله ولی تصمیم ما اینه که ما معتقدیم اساسا این کار صحیح و درسته در رابطه با بلندی جولان آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز گفتش که او گفته که به حق میتونه نگه داره بلندی جولان به خاطر اینکه برندی جنگ شدن فکر می‌کنید که کشور قوی میتونن همینجوری سرزمین ها رو اشغال بکنن؟ uh, a... بله خانم سوال خوبیه؟ پاسخ اینه که به هیچ وجه نه. به هیچ وجه نه. این یک مسئله منصر به فرده. اسرائیل داشت یک جنگ یا نبرد دفاعی انجام میداد که کشور و خاک خودش را نجات بده. موردی نیست که که قدنامه ی سازمان ملل متحد در واقع یک میثاق انتحاری باشه این دقیقا مسئله ای که پرزیدنت ترامپ مطرح کرده خبرنگار واشنگتن پست بسیاری از نهادهای غیر دولتی که پیش میبرند مراقبت های بهداشتی رو در کشورهای آفریقایی و آسیایی داستان دیگری رو تعریف میکنن در مقایسه با که شما گفتن میگویند که این خیلی صدمه میزنه به زنان در مناطق روستایی جلوی سخت جنین رو گرفتن و و در واقع منتهی خواهد شد به موارد بیشتر بارداری و موارد بیشتر سخت جنین پاسخ شما به اینا چیه این کاملا غلطه کرار در این مورد کاملا اشتباه می این استدلال قبلا هم مطرح شده از دیرباز و از نظر حقیقت هایی که درش هست به کل غلطه پولی که دولت ما میده برای پیش برد مراقبت برشتاری در دنیا همچنان بی سابقه است همچنان این کار ما ادامه بیدیم این فرضیه که بله به گونه ای ما حفظ و حراست نمی کنیم از زندگی انسان ها این در واقع <applause> کاملا اشتباهه کاملا یک مسئله که خلاف واقعیاته اگر شما دارید تامین اعتبار مالی مربوط به نهادهای سخت جنین رو کم میکنید آیا در زمین دیگر مربوط به برابری جنسیت در موارد دیگر چه میگویید بله دولت ترامپ از همون اول تصدیه کار گفته که تمام دلارهایی که تخصیص پیدا میکنه برای مراقبت های بهداشتی بانوان تغییر پیدا نمیکنه ما فقط میخوایم مطمئن میشیم که اون دلارها مورد استفاده برای سخت جنین قرار نگیره و و این در واقع جزو قانون فدراله آقای وزیر خارجه سوال دیگر شما گفتید که باید در واقع اون مقدس بودن زندگی را حفظ راست کرد و در رابطه با مبارزه با بیماری ها یک ممیز شش نفر بر اثر سل درگذشتند. آیا شما فکر می کنید که در واقع جلوگیری از سخت جنین رو مرجح می دارید بر اون ارقامی که گفتید؟ من متوجه سوال شما درست نشدم. ایالات متحده منابع زیادی رو فراهم میاره برای پیشگیری از ویروس بیماری ایدز یکی از دست و دل بازترین کشورات آمریکا در این زمینه که جلوی اشاعه آی وی ویروس بیماری ایدز رو بگیره در رابطه با سخت جنین ما این دو, دو تا مسئله کاملا جدا است که اصلا ربطی به هم ندارن هیچ گونه ما اولویتی رو قائل میشیم که مثلا بگیم بریم به دنبال جلوگیری از سخت جنین و به جاش به مسئله ویروس بیماری ایدز نرسیدیم همه اینها هسته مرکزی سیاست ماست که همه این اقدامات رو در کنار هم ادامه بدیم آیا شما میخواید تفاوتی قائل بشید بین مسئله نه نه ما چیزهایی که مقایر با سیاست های آمریکا اینه که اونا رو ما میخوایم پیش ببریم جلوی اونا رو بگیریم این که سوء استفاده بکنن از پولی که مالیات دندگان آمریکایی میدن <تصفح> آمریکا چی میخواد از چین در رابطه با شهروندان تبت و حفظ حقوق مسلمانان بل ما آوایی بلند بالا در این زمینه داشتیم به صورت خصوصی با مقامات چینی صحبت کردیم چیزی که داره اتفاق میفته راجع به اویغوری ها صدها هزار اویغوری طبعا مطرح هستند در این مسئله در واقع نقض تاریخی حقوق انسان ها در اونجا انجام میشه و ما با چینی ها صحبت کردیم که واقعا کارهای اینا قابل تقبیه و باید متوقف بشه رفتار چینی ها در رابطه با اوغورها